خب این سراغ لغت شماره 8 از کتاب 504 گروه آموزشی انگلیسی برای دوستان. خب لغت هست gallant. gallant 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 یعنی brave، شجاع. gallant یعنی چی؟ شجاع. شجاع. من معنیش رو بنویسم اینجا، یعنی شجاع. یکی از معانی شجاع هست، یکی از معانیش مؤدب نسبت به زنان. مؤدب نسبت به زنان، کسی که به زنان زیاد احترام میذاره بهش میگن gallant. خب showing brave هم میشه چی؟ شجاع. شجاع. ببینید showing نشان دادن، respect احترام، for women برای زنان. women در اصل woman هست، woman میشه چی؟ زن. حالت جمع یا به عبارتی پلورال. پلورال یعنی چی؟ جمع. حالت جمع وومن. وومن نیست که اس بگیره، غلطه، شکلش تغییر میکنه، میشه چی؟ ویمن. یعنی در حقیقت این وومن به جای ای آورده میشه، تلفظ میشه ویمن. 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 وومن. وومن. ویمن. ویمن. پس شد شجاع یا مؤدب نسبت به زنان رو میگیم چی؟ gallant. میریم سراغ لغت اول. The pilot swore. بگید. The pilot swore. Swore یعنی قسم خورد. Swear بوده. Swear. Swore گذشتشه. قسم. این لغت قبلی داشتیم. A gallant oath. A gallant oath یعنی چی؟ یه قسم شجاع. The pilot یعنی چی؟ طالبان. The pilot swore a gallant oath to save his body. طالبان سوگند چیکار؟ شجاعانه ای خورد تا همرزمش رو نجات بده. His body، خود کلمه body به معنای همرزم، رفیق. Body بگید. Body شد همرزم، رفیق. بیشتر تو مکالمه معنی رفیق، hey buddy how are you، به معنی رفیق استفاده میشه. to save یعنی نجات دادن. a gallant oath قسم شجاعانه. oath میشد قسم. لغات قبلی 504 swore قسم خورد، یه قسم شجاعانه. پس swear بوده که گذشته شده چی؟ swore. swore اسم اسمش هم میشه sworn. ببینید sworn. بد خط نمی نویسم این مقدار؟ نه خوبه. خوب الان؟ یا قبلا خوش خط می نوشتیم؟ قبلا بهتر می نوشتیم. الان بد نوشتیم نه؟ نسبت به خراب بیا. خب بیایم مثال دوم. کوچیک نیست به نظرت؟ الان متن خوبه؟ الان زوم کردیم یا نه؟ خوب بود به نظر همون. همونطور خوب ها؟ آره. فارسی هم خوب صحبت میکنی. Many gallant knights entered the contest to win the princess. Many gallant knights یعنی چی؟ بسیار زیادی شوالیه شجاع. خب پس میگیم شوالیه شجاع زیادی، اینجوری ترجمه میشه. شوالیه های جوجه. آره، آره. زیادی. بله ببینید هر وقت منی دیدید اسم بعدش رو ترجمه کنید. این شوالیه های شجاع زیادی. اسم، صفت، مقدار. Many gallant knights entered the contest. به مسابقه وارد شدن. گفتیم فعل آخر ترجمه بکنه دیگه. برای چی وارد شدن؟ To win، ببرن. The princess، شاهزاده رو. ببینید یه پرنس داریم که میگیم پرنس. پرنس شاهزاده، جنسیت مذکر. یه پرنسس داریم، شاهزاده، جنسیت مؤنث. قبلا هم مسابقه میذاشتن، هر شوالیه که میزد تو فیلم هم دیدیم ها، میزد پیروز میشد، میتونست نامزده چی بشه؟ شاهزاده بشه، شاهزاده خانم رو بگیره، تو وین ببره، برنده میشدن در حقیقت. تو وین the princess. پس ترجمه شد این many gallant knights. اول تلفظ بگیم many gallant knights. many gallant knights. و
بعد از کی گفتیم اگر ان بیاد کی تلفظ نمیشه بذار خط بذکش نمیش آه entered یعنی وارد شدن. The contest وارد چی شدن؟ contest؟ بله نمیدونم چی میشه contest مسابقه entered؟ بله entered the contest entered the contest آها وارد مسابقه شدن to win که ببرن the princess شاهزاده to win the princess okay بسیار عالی. ببینید معمولا برای خانم ها اینجوری میشه مثلا actor داریم actor میشه چی؟ بازیگر مرد. بازیگر زن رو میگن چی؟ Actress. مثلا گارسون میشه چی؟ Waiter. بگید؟ Waiter. گارسون زن میشه چی؟ Waitress. پسوند مثلا آره؟ بله برای زن این. هر چی هست برای خانم ها هست. ESS. خب. و مثال آخر. Ed is so gallant. Ed خیلی چیه؟ سو میشه چی؟ خیلی سو گلند ات خیلی شجاعه دات بینید شجاع معنی میشه شاید چیز دیگه معنی شد ادامه بدیم دات چون که یا که he always بگید he always شما رو سر کلاسید با تکرار بکنید دیگه he always gives up his subway seat To a woman. ببینید subway میشه چی؟ مترو. ببینید sub یه prefix هست یا پیشوند به معنای زیر هست. به معنی چیه؟ زیر. زیر راه یا به عبارتی مترو ترجمه میشه. یه مثال بزنم براتون. مثلا زیر دریا رو میگن submarine. بگید. Submarine. شد چی؟ زیر دریایی. مثلا زیر نیست میگن چی؟ Subtitle. آره خودت میگی که تو انگلیسی هر چی رو تو فارسی تی میخوندی اونجا آی میخونه میشه. Subtitle. یعنی تشکیل شده از sub زیر title هم یعنی لقب عنوان. Sub file هم میشه. چی؟ زیر شاخه. Sub file. فایل که میدونی چی میشه ترجمه میکنی؟ فایلم. میشه شاخه. فایلم میشه شاخه. آه. در چه تخصصی؟ توی زیست شناسی هست. ساب فایلم داریم. هر چی ساب داشتیم به معنی زیر هست. پیشوند هست. خب. سیت میشه صندلی. دقت کنید این سیت هست. به معنی چیه؟ صندلی. هر نشستنی رو میگن سیت. یه سیت هم داریم اینه. SIT هست. به معنی فعل. مثلا میگه sit down please. لطفا چیکار کنید؟ بشین. این سیت یعنی چی؟ صندلی. وقتی میگیم subway seat صندلی مترو. به یک زن. خب gives up یعنی رها کردن. حالا چرا اس گرفته اینجا؟ به خاطر he gives up his subway seat. او میده gives up رها میکنه. رها میکنه یا اهدا میکنه his subway seat صندلی متروشو to a woman. به همین خاطر it is so gallant خیلی مؤدبه نسبت به خانم ها. شجاع نمیشه. بله شجاع نمیشه. میشه مؤدب نسبت به خانم ها یا زنان. it is so gallant that چون که he always او همیشه gives up his subway seat to a woman. پس it اونقدر برای خانم ها احترام قائله سور به معنای اونقدر هم انجام میده. اونقدر برای خانم ها احترام قائله که همیشه جاشو تو مترو میده به خانم ها. قشنگ ترجمهش بکنیم دیگه گفتیم تو ترجمه دست خودمونه. آه. مفهوم رو دقیق به زبان مقصد برسونیم. مقصد چی میشه به انگلیسی؟ مقصد به انگلیسی چی میشه؟ نمیدونم. میدونید یادتون رفته. دستینیشن میشه چی؟ مقصد. یه فیلمی داشتیم فاینال دستینیشن مقصد نهایی. آره. نگاه کردین رو؟ آره ولی معنیش رو دقت نکردم. دستینیشن یعنی مقصد. حالا جالب سرنوشت میشه دستینی. سرنوشت در حقیقت یه به عبارت یه نوع مقصد ما هست. سرنوشت میشه چی؟ دستینی. گفتیم که سرنوشت هیچ کس دست خودش نیست. دستینی هیچ کس دست خودش
دستینی شد چی؟ سر نوشت. نوشت دستینی. خب اینم از این. فقط رسیدیم قسمت هایلایت کردن دیگه، درسته؟ بله. گرن تا هایلایت بکنیم. اینو گفتیم یه مروری میشه برای بچه ها که بینن چی تلفظش یاد بگیرن. گالنت. 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 یه بار دیگه لطفاً. گالنت. 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 یه بار دیگه لطفاً. گالنت. گالنت. گالنت یعنی چی؟ شجاع. شجاعی که مؤدب نسبت به زن که معادلی میشد brave یعنی شجاع. Showing respect for women نشان دادن احترام به خانم‌ها. خب thank you very much and